سلام، شب شما بخیر. به مجموعه خبری ساعت 8 شب از تلویزیون جهانی غزنویان خوش آمدید. امروز سه شنبه است و 21 ماه دل و سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 ماه فوریه سال 2021 میلادی. در نخست سرخط خبرها، اعتصاب و اعتراض رانندگان موترهای باربری شهرهای کابل کندهار، کشته شدن 4 تن از افراد مسلح غیر مسئول در ولایت تخار، کشته شدن 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات در حمله افراد مسلح ناشناس در کابل، و شناسایی 16 مورد جدید ویروس کرونا و مرگ 4 تن در شبانه روز گذشته. من نوید نیکفرجام هستم و شما را به مجموعه خبری ساعت 8 شب از تلویزیون جهانی غزنویان خوش آمدید میگویم. آل هم مشروع خبرها. رانندگان موترهای باربری شهرهای کابل کندهار از آن چه که اخاذی غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی در این شهرها میگویند، از مدت یک هفته به این سو دست به اعتصاب زدند. رانندگان این مسیر نیروهای امنیتی را متهم به باجگیری از موترهای باربری می کنند و در این مورد اعتراضاتشان ادامه دارد. در همین حال مسئولین محلی در ولایت غزنی می گویند که این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهند کرد. جزئیات بیشتر از ولایت غزنی. پاسگاه های امنیتی پلیس در مسیر شهرهای های کشور به مراکز باجگیری مبدل شده است. اخاذی غیرقانونی پول از سوی پاسگاه های پلیس در چند سال پسین در شهرهای کابل کندهار حرف تازه ای نیست. اکنون اما این اخاذی ها کاسه صبر رانندگان را لبریز کرده است و از چند روز به این سو رانندگان موترهای باربری در برابر این اخاذی ها واکنش نشان دادند و تقریبا در تمامی ولایت های کشور اعتصاب کاری رانندگان ادامه دارد. به قول رانندگان، پاسگاه های پلیس در این مسیر مطابق میل و دلخواهشان از 500 افغانی تا 3000 افغانی از هر موتر و در هر پاسگاه پول می گیرند. مسکه ټول ټول اوس در ټول مسکه مسکنانه ته اوس ګوره دا تیل دوسه هغه دا تیل مرتان کرا ورو دا د ګمرک ولیم پیورا شوی ترازو ولیم پیورا شوی در ټول پیورا شوی بیا غریب سره ورو لته اخلي اخ یا اخلي مسکین دغه مشکل نه لري که په 200 ولې تر یم اخلي تیل 500 پیسل ور پته ورسیدو دا مشکل خو دا ټول د رایت خلکو ته ورو تیل دی وسړی د راځي دلته تیل برې دی ما موټر برې ما زمره تیل اخلم اش ټول پیورا شوی او اخیری سی اخلي هغه مسکین سره اخلي بل سره تجارت نه کوي تجارت یو څه سرمایه بندش پولیس هم در مسیر را که میگه که ما برادر اینی تیل از هزیرات آوردیم اینی سندش میگه ما به سندت کار ندارم برادر ما پول ما را بده خدا کنه که هرچی که بار میکنی بار کرده ما در او چیز نیستم ما را 500 ما را 2000 ما را 1000 ما را 500 اینم دمیش تمام را اینی میوال است از پیش کلم دلیورا از پیش کلم مدارونا در زور پیسه میگیره در سر پوسته میخواه سر فایر میکنه می پوسته نورک است بسیار زیاد که در مشکل استیم در شهرهای مربوطه ولایت قلات و قندار در دو منطقه بسیار زیاد ما در تکلیف استیم اولین مشکل کتای ما می ترانسپورت است که به امر رئیس جمهور 13 ماه یا 14 ماه پیش لغو شده می تقریم شکایت داشتیم آخازی بی جای بوده که پارچه را مثلا موتر تلری بوده که پارچه بس نمیشه میکرد بخشی خود در کتا 400-500 نمیشه میکرد از شما 7000-8000 روپیه میگرفت بازی در امر رئیس جمهور بند شد آلی پس و نمون را شروع کده وزیر که رئیس جمهور از این خبر است برخی از رانندگان در این مسیر از سوی پلیس لتوکوب و اذیت نیز میشوند و هر راننده از آغاز حرکتش از هرات یا کندهار تا کابل چندین بار الفاظ رکیک و ناپسند را از سوی پلیس میشنود و گهگاه هم لتوکوب میشود اصلا خو ما را ندادن قرض ندادن دینه میخواست گپ ما را شپکه اینو دو تال قبرغای ما را خدا ورسی میده کرده این 13 12 روز میشه که ما صاحب بوتل پفنه دیگه برادر این ظلم روان از اینجا دیگه غمش مخرن بخنه نگه نه مخرن خیلی که مردم خواست شما از حکومت چیه در ایران؟ خواست ما از حکومت نمیسته که پولیس ها را از را به کلی ورداره پولیس ما کار نداره مگر اردوی ملی را داره مله برای امنیت مردم بله اگه نمیله برادرش ده پولیس والا اهمیت گرفته شو خودش از پوسته خود تن هم تانه ده خود وش نم تانه خیلی اون مترمان و سرک چه رکم بوش مونه کدام از سوتا بزنه دار کدام ایشون خلاقات بزنه به سری ما در روی ما جیبای ما رو میگره تلاشیم نه پیسار ما رو میگره موبایل ما رو میگره به سر روی ما میزنه قطوفنگ ده
قد قنداق توفنگ قد نوک توفنگ در شیشه ای ماده موتر ما میزنه. توقف موترهای باربری و اعتصاب کاری نانندگان بر کاروبار مردم و بهای مواد خوراکی و وسایل نیز تأثیرات منفی گذاشته است. گلی بدر خود نمی موترها که صدا از کاروبار ما بند شده کار نیست. یعنی یک هفته میشه خدا شاهد ما دیروز 50 رو پکار کردیم تا بالا یک دفعه کار نکردیم. یعنی نمی روز کلی بازار را گشتیم. کار نیست قیمتی نیست یعنی سر گریتی مرا سای کو 20 روپیه نمی قیمت شده. کار نیست. وقتی موترها که صدا باشه ما چی کار کنیم پیچیکی بریم همین عذر خود پیچیکی کنیم دمی دولت. همین بازار همین دولت مردم همین مردم کلان که باید همین مردم بیچاره را خوب بخورن. اعتصاب کاری از اینا یقیناً که بر اوضاع نه تنها بالای اشارای نمبر یک بالای اموال و امتعه مردم که انتقال میشه و به همین شکل بالای قیمتی نرخ و امتعه که روزمره در بازارهای عادی به فروش میرسه یقینا اینا تأثیراتش بالای زندگی مردم تأثیر داره. از آنجایی که برخی از این شکایتها به پاسگاه‌های پلیس مربوط ولایت غزنی در این مسیر برمیگردد خواستیم نظر مقام ولایت غزنی را نیز داشته باشیم. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی میگوید که بررسی‌های حکومت محلی غزنی در این رابطه آغاز شده است و با منصوبان امنیتی متخلف و باجگیر برخورد جدی خواهد شد. موټروانانو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د دې پر وړاندې به چې کومې جدي ستونزې دي ډېر به ژر حل کړو. انشاءالله موږ د غزنی ولایت رهبري پر دې برخه کې جدي ده او هیچا ته به اجازه ور نه کړو چې فساد وکړي. تر ډېره وخته پورې متاسف په جریان کې هستئ چې موږ تر دې وړاندې هم په وارونو وارونو دغسې څوک چې پیسې بیې اخیستې د امنیتي په لیکو کې یا بیې امنیتي ځواکونه بدنامول هغوی مې نیولي دي د قانون منګولو ته م سپارلي دي او دغه کسان چې د اوس ول موټروانان ځوروي انشاءالله دوی به پرې نه ښودل شي او د دې پر وړاندې به جدی اقدامات وشي هم د خلک به ونیول شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. ولې هیڅ وخت به موږ کوشش ونه کړو چې یا د موږ امنیتي ځواکونو دوی ته به اجازه ورنه کړو چې لینی موټروانان وځوروي. اخاذی های بیمورد در شهرها از سوی پلیس، فساد در گمرکات، ترانسپورت و اداره های ترافیکی و سایر ناهنجاری ها در مسیر حرکت موترها در شهرهای کشور یکی از دلایل ازدیاد فاصله میان دولت و ملت گفته شده است. گهگاهی هم شده است که رانندگان در این مسیرها با دلخوری از نیروهای امنیتیشان بیشتر از مخالفان مسلح دولت تعریف و تمجید کنند. در یک درگیری میان افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی کلفگان و ولایت تخار 4 تن کشته شده است. خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت تخار میگوید که انگیزه این درگیری خصومت های شخصی بوده است و تمام کشته شدگان از یک طرف درگیری بودند. فرشته یوسفزاده در این مورد گزارش میدهد. صبح امروز در نتیجه درگیری میان افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی کلفگان ولایت تخار 4 تن کشته شده است. مسئولین امنیتی در ولایت تخار میگویند که این درگیری در روستای زیرشیخ ولسوالی کلفگان رخ داده است و این افراد پس از درگیری از صحنه فرار کردند. خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت تخار میگوید که تمام کشته شدگان از یک طرف درگیر بودند. کلفگان دو ساعت پیش یک مسئله غیر مسئول 4 نفر کشته که او طرف مقابل هم مسئله غیر مسئول است در موقعه زیر شخ و او ساعت فرار کرده. فعلا پلیس در محل رفته بررسی دارن قضیه را. ولایت تخار از ولایت شمال شرقی و ناامن به شمار می رود که در این اواخر حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت افزایش یافته است. امروز کابل بار دیگر گواه انفجار و ترور بود. فرماندهی پلیس کابل با نشر یک خبرنامه این رویدادها را تایید کرده و میگوید که رویداد نخست در مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر کابل رخ داده است که موتر حامل کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات آماج حمله تفنگداران ناشناس قرار گرفته که در نتیجه 4 تن جان باخته است. در همین حال در رویداد دیگر در مربوطات ناحیه 16 شهر کابل یک موتر نو لند کروزر آماج ماین مغناطیسی قرار گرفت که 1 تن زخم برداشته است. تا اکنون گروه مسئولیت این رویدادها را بر عهده نگرفته است.
وزارت صحت عمومی کشور اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته 1837 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را آزمایش کرده است که نتایج آزمایش 16 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. همچنان این وزارت میگوید که در 24 ساعت گذشته 4 بیمار مبتلا به کرونا جان باخته است. نورالله رضایی گزارش میدهد. وزارت صحت عمومی کشور میگوید که در 24 ساعت گذشته 1837 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 16 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. این تعداد موارد مثبت کرونا در ولایت های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، تخار، بغلان، میدان وردک، بادغیس، هلمند و لغمان به ثبت رسیده است. با ثبت این رویدادها شمار مجموعه مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز شیوع این ویروس تا کنون به 55402 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 4 مورد مرگ ناشی از کرونا در ولایت های کابل، هرات و لغمان به ثبت رسیده است. شمار مجموعی فوت های ناشی از مرض کووید 19 در افغانستان تا امروز به 2418 نفر رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 67 مریض کووید 19 در ولایت های کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، کندوز و زابل بهبود یافته است. به این ترتیب شمار بهبود یافتگان ویروس کرونا در کشور به 48109 نفر افزایش یافته است. الهام چند خبر کوتاه. مسئولان محلی در ولایت هرات تایید میکنند که 4 سرباز قطعی محافظت عامه در پی انفجار ماینای کنار جاده‌ای در مسیر شارع هرات اسلام قلعه جان باختند. عبدالوحید قتالی ولی هرات میگوید که این دو تا حوالی ساعت 2:30 پیش از چاش امروز در سایه روزنگ از مربوطات ولسوالی غوریان این ولایت رخ داده است. آقای قتالی می افزاید که موتر حامل نیروهای محافظت خط آهن خواف هرات با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرده است که در نتیجه آن 4 نیروی قطعی محافظت عامه جان باختند و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. جسدهای قربانیان این رویداد به شفاخانه منتقل شده است و هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفتند. و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که روند جاری صلح نباید شرایط دشوار گذشته را دوباره در افغانستان تکرار کند. آقای غنی امروز در مراسم امضای توافقنامه امار بند شاتوت با دولت هند گفته است که روند جاری صلح باید با ثبات در افغانستان و منطقه بینجامد. وی می افزاید که در این روند باید دستاوردهای 9 سال گذشته افغانستان از جمله ساختار نظام سیاسی و ارزش‌های قانونی اساسی را حفظ کند. رئیس جمهور خاطر نشان می سازد که اگر طالبان و حامیان این گروه طرفدار رای حل سیاسی برای پایان جنگ در کشور باشند، دولت افغانستان آماده صلح با این گروه خواهند بود. اما با گفته او در صورت که طالبان به ادامه جنگ اصرار کنند، نیروهای امنیتی کشور آماده دفاع از شهروندان هستند. بعد از یک میان برنامه کوتاه بیننده خبرهای ورزشی باشید.